بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. مهاجرت تهرانی ها برای فرار از گرانی مسکن. نگرانی بانک جهانی از افزایش فقر شدید در نوار غزه. کشف گور دست جمعی جدید در تل عفر. جنایتی دیگر از داعش. و کشف اثر تاریخی مربوط به زرتشتیان در ماداگاسکار. وقت شما بخیر. به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت مسکن در تهران میانگین متری 88 میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد 7 میلیون تومانی وزارت کار و قیمت بالای مسکن، 154 سال نیاز است تا تهرانی ها بتوانند خانه‌دار شوند. همین امر مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستان ها کرده است. از آنجایی که میزان دستمزدها در تمامی کشور برابر است، بنابراین قدرت خرید مردم در سایر شهرها بیشتر است. شهروندان تهرانی باید شهری که زادگاه، هویت و بخشی از وجودشان است را به علت گرانی ترک کنند. گفتنی است در سال گذشته مدت زمان انتظار برای خرید منزل در شهر تهران 112 سال بوده است. امسال این عدد به 152 سال افزایش یافته است و این عدد برای خرید منزل در شهرستان ها حدود 59 سال می باشد. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا در خصوص جنگ دیگر در لبنان هشدار داد و گفت وقوع جنگ دیگر در آن این کشور را در آستانه فروپاشی خواهد برد. فیلیپا گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بحبوحه تشدید حملات هوایی اسرائیل به لبنان، از روز دوشنبه بیش از 50,000 نفر به سوریه فرار کردند. شورای ملی مسلمانان کانادا اعلام کرده که روز گذشته دو زن مسلمان در مقابل چشمان فرزندان خود در ایالت اونتاریوی کانادا مورد حمله قرار گرفتند. لازم به ذکر است روزانه حملات زیادی علیه مسلمانان در کانادا رخ می‌دهد و مسلمانان این کشور از دولت می‌خواهند تا برای توقف این جنایات تدابیر عملی اتخاذ کنند. فقط در یک فقره از این گونه رویدادهای اسلام ستیزانه در کانادا، در سال 2017 مردی مسلح با حمله به مسجدی در استان کبک 6 مسلمان را در حین اقامه نماز عصر به قتل رساند و 19 نفر دیگر را زخمی کرد. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا از زندگی آزادانه 13,000 مهاجر محکوم به قتل در آمریکا خبر داده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید زندگی آزادانه مهاجران محکوم به قتل به این دلیل است که یا بازداشت آنها در اولویت نبوده یا اینکه اصولاً سازمان مهاجرت نمی‌تواند آنها را پیدا کند. دولت ایتالیا به منظور مقابله با خشونت روزافزون در مدارس این کشور برخی اصلاحات قانونی را در دستور کار قرار داده است. گفتنی است از آنجایی که زخمی شدن کارکنان مدرسه و قلدری در این کشور امری رایج است، پارلمان ایتالیا پیشنویس قانون ارزیابی رفتار در مدارس را که توسط جوزپ والدیترا وزیر آموزش پرورش تهیه شده بود تصویب کرد. دست کم 48 نفر طی 2 روز در غرب سودان در جریان حملاتی که توسط نیروهای پشتیبانی سری
مورد حمایت امارات متحده عربی انجام شد، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، نیروهای پشتیبانی سری ماها الفاشر را محاصره کرده و در روز پنجشنبه 18 نفر در بمباران نیروهای پشتیبانی سری در بازاری در شهر الفاشر کشته شدند. محققان تأثیر انواع ژنتیکی را بر اختلالات رشدی ارزیابی کرده و پیشنهاد کردند که تجزیه و تحلیل مجدد داده‌های ژنتیکی می‌تواند درک و تشخیص بیماری‌هایی را که میلیون‌ها خانواده را در سراسر جهان تحت تأثیر این بیماری قرار داده افزایش دهد. محققان معتقدند تمرکز مجدد بر تلاش‌های تحقیقاتی می‌تواند منجر به نرخ تشخیص بهتر در این نوع بیماری شود. یافته‌ها که در مجله علمی نیچر ژنتیک منتشر شده است، نور جدیدی را در تشخیص ژنتیکی اختلالات رشدی نشان می‌دهد و اهمیت در نظر گرفتن پیشینه ژنتیکی افراد را در تشخیص و تحقیقات برجسته می‌کند. بر اساس تحقیقات جدید، دانشمندان دریافتند عدم رعایت بهداشت دهان شانس ابتلا به برخی سرطان‌ها را افزایش می‌دهد. بیماری کارسینومای سلول سنگفرشی یا آماس سرطانی سر و گردن HNSCC که در دهان، بینی و گلو ایجاد می‌شود، یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در اروپا است که سالانه بیش از 150 هزار نفر را مبتلا می‌کند. گفتنی است این سرطان ها در مردان شایع تر است و بیش از نیمی از بیماران را در عرض 5 سال می کشند. میانگین سطح جهانی دریاها در قرن 20 سریع‌تر از هر قرن قبلی در طول 3000 سال گذشته افزایش یافته است و همین امر خطر وقوع سیل را برای شهرهایی که در سواحل دریاها قرار دارند افزایش می دهد. از سوی دیگر ناسا نیز میگوید که با افزایش دمای زمین حدود 1 درجه سانتیگراد 1.8 فارنهایت سطح آب دریاها 160 تا 210 میلیمتر 6 تا 8 اینچ بالا رفته است که حدود نیمی از این میزان از سال 1993 اتفاق افتاده است. در همین راستا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل طی اظهاراتی گفت افزایش سطح دریاها مساوی با افزایش مشکلات مردم سواحل نشین است. بانک جهانی اعلام کرده در نتیجه تداوم جنگ مستمر اسرائیل از حدود 1 سال پیش 100% ساکنان نوار غزه با فقر دست به گریبان هستند و نرخ تورم به بیش از 250% افزایش یافته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش الجزیره، بانک جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه 5 مهر ماه تحت عنوان بروز رسانی وضعیت اقتصادی فلسطین همزمان با نزدیک شدن به نخستین سالگرد جنگ اسرائیل علیه غزه و آوارگی 2 میلیون فلسطینی منتشر کرده است، نوشته که تولید ناخالص داخلی فلسطین در 3 ماه نخست سال 2024 میلادی 35% کاهش یافته که بزرگترین رکورد اقتصادی برای اقتصاد فلسطین است. بر این اساس اقتصاد غزه در این مدت 86% و اقتصاد کرانه باختری 25% کوچک شده است و بیکاری در اراضی فلسطینی به رکوردی تازه رسیده و از 50% عبور کرده است. این نهاد مالی جهانی پیش بینی کرده شکاف و ناترازی مالی تشکیلات خودگردان فلسطین وخیمتر شود و در سال 2024 به 2 میلیارد دلار یعنی 3 برابر سال 2023 برسد و این مسئله خطرات جدی برای ارائه خدمات بوده و می تواند منجر به فروپاشی واقعی شود. بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های تجاری در غزه خانواده‌ها را بدون درآمد گذاشته، در حالی که قیمت کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و نرخ تورم
به بیش از 250% رسیده است. بانک جهانی اظهار داشته که سیستم آموزشی در غزه فرو پاشیده و سیستم بهداشت و درمان آسیب زیادی دیده، تا جایی که 80% از مراکز درمانی غیر فعال است و نرخ فقر به 100% رسیده و در کرانه باختری هم از 12% به 28% افزایش یافته است. روز شنبه اداره مقابر جمعی مؤسسه شهدا از آغاز عملیات بازگشایی گور دست جمعی جدیدی در منطقه حیصعد تلفر خبر داد. این گور دست جمعی که در جریان ساخت یک مدرسه در استان نینوا کشف شده است، به دوره تسلط گروه تروریست های سنی های تندروی داعش در سال 2014 باز می گردد. این گور دست جمعی همچون دیگر مقابر کشف شده در تلفر، بقایای قربانیانی را در خود جای داده که توسط گروه سنی های تندروی داعش به شهادت رسیدند. هرچند تعداد دقیق اجساد هنوز اعلام نشده، اما کارشناسان پزشکی قانونی در بغداد با انجام آزمایش‌های لازم به شناسایی تعداد، جنسیت و سن قربانیان خواهند پرداخت. در همین راستا عملیات در گور دست جمعی الوت انتر نیز که یکی از بزرگترین مقابر جمعی عراق است از سر گرفته شد. تا کنون بقایای 159 نفر از این گور دست جمعی استخراج شده و این روند همچنان ادامه دارد. این تلاش ها بخشی از فعالیت های گسترده برای تحقق عدالت، شناسایی هویت قربانیان و تسلیم اجساد به خانواده هایشان از طریق آزمایش DNA است. این اقدامات نمادی از تلاش برای التیام زخم های بازماندگان این جنایات وحشیانه محسوب می شود. باستانشناسان پس از سالها تحقیق و کاوش به این نتیجه رسیدند که اثر باستانی مرموز در ماداگاسکار متعلق به زرتشتیان است. به نظر می رسد که جامعه ای از پیروان زرتشت از ایران به این منطقه مهاجرت کردند. این کشف بر اساس یافته های ژنتیکی و آثار مشابه در استان فارس صورت گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از مردم ماداگاسکار دارای اشتراکات ژنتیکی با ایرانیان هستند. این اشتراکات ژنتیکی گمان زنی‌ها درباره مهاجرت زرتشتیان در پی حوادث تاریخی آن دوران را تقویت می‌کند، به گونه‌ای که برخی از پیروان آیین زرتشت به دنبال یافتن مکانی برای حفظ آموزه‌های دینی خود به سرزمین‌های دیگر کوچ کرده‌اند. باستانشناسان به شباهت‌های قابل توجه میان این آثار و آستودان‌های زرتشتی موجود در ایران به ویژه در استان فارس اشاره کردند. بر اساس این شواهد احتمال داده می‌شود که بخشی از زرتشتیان در پی تحولات تاریخی و اجتماعی پس از آن دوران به مناطقی مانند هند و ماداگاسکار مهاجرت کرده باشند. هدف این مهاجرت‌ها حفظ هویت فرهنگی و دینی در فضای جدید و یافتن فرصت‌هایی برای ادامه زندگی مسالمت‌آمیز بوده است. کشف این آستودان نشانه ای از حضور تاریخی و فرهنگی زرتشتیان در مناطق دورافتاده جهان است و دریچه تازه به تاریخ مهاجرت‌های آنان را می‌گشاید. با اجرای قوانین جدید رسانه‌ای در قزاقستان، خبرنگاران و نهادهای نظارتی رسانه‌ای نگرانی‌های جدی از محدودیت‌های تازه‌ای که می‌تواند دسترسی به اطلاعات و فعالیت رسانه‌ای را محدود کند ابراز کرده‌اند. این قوانین که از سوی وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان تصویب شده است، خبرنگاران را به انتشار اخبار در رسانه‌های مورد تایید خود محدود کرده و از انتشار مطالب در رسانه‌های دیگر منع می‌کند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با اجرای قوانین جدید رسانه‌ای در قزاقستان، خبرنگاران و نهادهای نظارتی رسانه‌ای نگرانی‌های جدی از محدودیت‌های تازه‌ای که می‌تواند دسترسی به اطلاعات و فعالیت رسانه‌ای را محدود کند، ابراز کردند. این قوانین که از سوی وزارت فرهنگ و اطلاعات قزاقستان تصویب شده است، خبرنگاران را به انتشار اخبار در رسانه‌های مورد تایید خود محدود کرده
و از انتشار مطالب در رسانه‌های دیگر منع می‌کند. قوانین جدید که از ماه گذشته به اجرا درآمده است، اجازه می‌دهد در صورت دوبار تخلف از این مقررات، خبرنگار تا 6 ماه از فعالیت محروم شود. رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایوف این قانون را در ماه ژوئن امضا کرد که شامل رسانه‌های اینترنتی نیز می‌شود، اما تعریف مشخصی از این رسانه‌ها ارائه نشده است. تامارا وال، خبرنگار مستقل در قزاقستان، این قوانین را سانسور مستقیم و نقض آشکار قانون اساسی دانسته است. او همچنین هشدار داده که این قوانین باعث نابودی حرفه خبرنگاری می‌شود و درآمد بسیاری از خبرنگاران را کاهش می‌دهد. به گفته او، بسیاری از خبرنگاران به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناچارند با چند رسانه همکاری کنند، اما با این قوانین جدید این امکان از آنها سلب خواهد شد. نهادهای حقوق بشری نیز تأکید کردند که قوانین جدید باید دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند، نه اینکه آن را پیچیده‌تر نمایند. این قوانین در حالی به اجرا گذاشته شده است که نگرانی‌های زیادی در خصوص محدود شدن آزادی رسانه‌ای و تأثیرات منفی بر فعالیت خبرنگاران به وجود آمده است. و خبر پایانی امشب، در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان کنفرانس سالانه خاتم الانبیا به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برگزار شد. در این کنفرانس حدود 400 نفر از علمای دین و ائمه مساجد از سراسر پاکستان شرکت کردند. مهمترین محور این کنفرانس بررسی نقش علمای دین در هدایت اصلاحات دینی و اجتماعی با تکیه بر سیره نبوی و تعالیم قرآن کریم بود. شرکت کنندگان بر اهمیت تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در برابر چالش‌های کنونی تأکید کردند و از سیره پیامبر اسلام به عنوان راهنمایی جامع برای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یاد کردند. شیخ هادی حسین ناصری، رئیس شورای علمای جعفری پاکستان، در این کنفرانس از پایداری ملت‌های فلسطین و لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل قدردانی کرد و آن را معجزه الهی دانست. وی همچنین به نقش مرجعیت دینی عراق در حمایت از ملت لبنان اشاره کرد. در پایان کنفرانس، شرکت کنندگان بر ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری علمای دین برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی علیه امت اسلامی و نشر ارزش‌های تسامح تاکید کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مهاجرت تهرانی ها برای فرار از گرانی مسکن. نگرانی بانک جهانی از افزایش فقر شدید در نوار غزه. کشف گور دست جمعی جدید در تل عفر. جنایتی دیگر از داعش. کشف اثر تاریخی مربوط به زرتشتیان در ماداگاسکار. نگرانی خبرنگاران قزاقستانی از قوانین جدید رسانه‌ای. و برگزاری کنفرانس خاتم الانبیا در اسلام آباد با حضور 400 عالم دینی. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولی کل فرج، یا علی، خدا نگهدار.